قصاص، فیلمی با بازی پوری بنایی، گوگوش و ناصر ملک مطیعی، داستان دوستی مظفر و قاسمه که به خاطر دختر یه تارزن به نام توبا به هم میخوره. مظفر که قبل از این توی یه رقابت عشقی دیگه با قاسم به خاطر لعیا همسر امروز قاسم منصرف شده بود، تصمیم به ازدواج با توبا میگیره. اما حوادثی در پی این اتفاق رخ میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شبای دیگه چی؟ بابا با تو هم دارم باید حرف میزنم. تو با این کب مرده رو بلش کن، بلش کن، گم شو. شکستی، روحمو شکستی، مونسم ازم گرفتی. خدای خدایی تو شکی، واسه تارت داری گریه میکنی؟ مگه دخترت برات مهم نیست؟ تو داری منو به لجن میکشی؟ پیر مردت کو، مهر و محبت پدریت کو، یه خورده فکر کن این آخر عمری تو چی شدی؟ چی شدی؟ اونم واسه دخترت. فیلم ستیز با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نه عزیزم، نه، مطمئن باش که جوری من این پولو فراهم میکنم. نه، شماها واسه دلخوشی من میگین، شماها نمیتونین این پولو فراهم بکنین. من میتونم واسه همیشه کور میمونم، کور میمونم، کور میمونم. نه عزیزم، نه جون دلم، نه قربونت برم، اگر شده زمین و زمونو به هم بدوزم این پولو فراهم میکنم، میبرمت خارج، چشمات معالجه میکنم، بهت قول میدم. شماها دروغ میگین، دروغ میگین. گریه نکن، گریه نکن. برای چی اومدی اینجا؟ ما که دیگه با هم کاری نداریم. اومدم شما رو ببینم پدر. به من نگو پدر، من دیگه پدرتون نیستم. شنیدم که چشمای بچه‌شون کور شده. با عصبانیش کی بود؟ تو ناجنس پس فطرت. به من چه مربوطه؟ پس به کی مربوطه؟ بعد جنسی و خیانت تو باعث شد که اون طفل معصوم تصادف کنه و کور بشه. در هر حال پدر، من حاضرم پول معالجه یا چشم بچه‌شونو بهشون بدم. میخوای کفاره گناهاتو پس بدی؟ ولی بدون اگه امیر بمیره همچین پولی رو از تو قبول نمی کنه. چرا پدر؟ اگه شما بهش بگین حتما قبول میکنه، چون پسرشو خیلی دوست داره و تا حالا به هر دری زده نتونسته همچین پولی رو فراهم کنه. پدر، من اینقدرام که شما فکر میکنین بد نیستم. از این اتفاق واقعا متاسفم و حاضرم به اونا کمک کنم. امیدوارم هر طور شده اونا رو راضی کنی که بیان این پولو بهشون بدم. خدا حافظ پدر. دردی چه سند بدم وقتی چشمای پسرم خوب شد؟ واسط کار کنم تا هر وقت که قرضم تموم بشه، چون نمیخوام منتی رو سرم باشه. چرا سند بدی که مغروز بشی؟ من فکر بهتری دارم.
توی فیلم میخک سفید ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه. محمود که خاطرخواه ستاره شده، خونه مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه. از طرفی جوون دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه. فیلم میخک سفید محصول سال 1351. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اگه سوالی در مورد دیر اومدنم دارین بفرمایین گوش میکنم. دیر اومدن سرتو بخوره. تو داری با آبرو و شرف خانواده خودت بازی میکنی. هیچ میفهمی تو چه کثافتی داری خودتو غرق میکنی؟ کثافت؟ چه کثافتی؟ چه کثافتی بالاتر از اون زنی که یه معروفه یه هر جایی که دمخوره شدی؟ زنی که واسه یه کندرگاز خودشو به هر کس و ناکسی میفروشه. اگه یه دفعه دیگه در موردش اینطوری حرف زدین دیگه پامو تو این خونه نمیذارم. معلومه بایدم سرم داد بزنی، بایدم تهدیدم کنی. پس پدر واسه چی بزرگ کردم؟ واسه این که تو روم وایسته و سرم داد بزنه. اون زن که نیست، اون بی آبرو نیست، اون یه دختر پاک و معصومیه و منم دوستش دارم. هر کی از تو هر چی هست باید ولش کنی. این ممکن نیست. یعنی این حرف آخرته؟ حرف دیگه ای نمونده. ای که مردش رو نسلتونو ببرن. نامزد بدبختت ساعتها انتظارتو میکشه. یه سال آزگارم هست برای تو آدم قدر نشناس. ای کاش فقط یه جو غیرت داشتی. اینم بدون که دیگه از این به بعد باید دور من یکی رو خط بکشی. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. Thank you.
تعمل کافه نوکر ته قربونت چطوری ما؟ اینم برای پنج زنده ایم شد بابا معرفت تشون نوکرت هم باری چه؟ هم به نخره گذاری تموم شده نه ده سال عمر آدمی چه زود میگذره درست نمیگه چی میگی؟ هر دقیقش به هم صد سال گذشته شما خیلی شکسته شدی آقا ساده الان درست ده سالشی بهزادو میگم بگو ببینم باقر چند دفعه دیدیش؟ از دور خیلی دیدمش انقدر در خونهشون زخزیات چوب میزدم تا بیاد بیرون از دور ببینمش اینا رو کرده که اومدم ملاقاتت برات گفتم که بازم بگو چه ریخت و قیافه‌ای داره یعنی چه ریخت و قیافه‌ای هیچ شکل من هست پس چی که شکل توه درست مثل خیال یکی از وسط دو نصف کردی منتها اون تیکی کوچیکت که شیرینه اون تیکی گنده‌ای که خیلی تلخه ها پژمان چطوره دو تا ستاره دیگه رفته روشونش سرمان شده کلی هم ترقی کرده رئیس اداره تجسس شده باریکلا خب خودت چی جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقمند میشه والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم چیه بابا؟ چرا پکری؟ ناراحت شدی؟ ببینم طوری شده؟ نه دخترم تو از کوچیکیات چیزی یادت میاد؟ آره همشو که تو بغل من میمشستی؟ آره دکمای کتمو میکندی؟ گاهی وقتام ناراحت میشدی و دعوام میکردی؟ آره همش یادم میاد یه سالی آبل مرغون گرفته بودی سال بعدشم دیفتری تمام مدت تنک توی تب میسوخت آره یه چیزایی یادم میاد دو ماه تمام شب و روز بالای سرت بیدار بودم خیلی بهت زحمت دادم بابا تو همه چیزم بودی دکترها میگفتن که ممکنه جون به در نبری فکر میکردم هر آن ممکن از دنیا بری انقدر ناامید بودم که میخواستم اگر بلایی سرت اومد خودمو بکشم اینا رو گفتم که بدونی همیشه دوست داشتم میدونم بابا لباساتو جمع کن از اینجا برو برو دنبال دلت هرچه زودتر از اینجا برو بلند شو برو دخترم به سلامت